طارق فاطمی دستیار ویژه نواز شریف در امور خارجی پاکستان در انستیتوی دولتی مطالعات استراتژیک اسلام آباد میگوید در ماه‌های اخیر بر میزان مبادلات اطلاعاتی در سطح مقام های بلندپایه پاکستان و افغانستان افزوده شده است. There have been more high level تبادل اطلاعاتی بین مقام های سطح بالای کابل و اسلام آباد در شش ماه گذشته در مقایسه با چند سال گذشته بیشتر بوده و این مبادلات فقط در حوزه سیاسی نبوده بلکه فرماندهان ارتش و مدیران اطلاعاتی را نیز در بر میگیره دو طرف توافق کردن نه تنها تبادل اطلاعاتی بروز شده داشته باشند بلکه در صورت لزوم عملیات هماهنگ شده علیه شبه نظامیان و تروریست ها وجود داشته باشد یادداشت تفاهم میان دو دستگاه اطلاعاتی نشانگر راه طی شده در این مسیر تارق فاطمی گفت پاکستان قبلا در میان طالبان نفوذ داشت و هنوز هم ممکن است از یک نفوذ نسبی برخوردار باشد اما روند مصالحه طالبان با دولت افغانستان باید خالصانه و به رهبری و هدایت مقام های کابل انجام شود و اسلام آباد میتواند با ایفای یک نقش ای از این روند دفاع کند پاکستان نه قولی داده و نه میتونه قولی بده ما فقط میتونیم برای حمایت از روند مصالحه در افغانستان خدمات ارائه بدهیم ما نفوذ داشتیم و هنوز هم شاید کمی داشته باشیم اما در موقعیتی نیستیم که بخوایم افراد رو به زور به سر میز مذاکره بیاریم و بگیم این جای خالی رو امضا کنیم. ما هرگز چنین توهمی نداشتیم و چنین قولی ندادیم. ما به رهبران افغانستان هم گفته ایم که روند مساله در اون کشور باید به رهبری و در کنترل افغانستان باشه. تلاش کابل برای مصالحه با طالبان بارها بینتیجه مانده و با شکست مواجه شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اما مصمم به ادامه گفتگوهای صلح با طالبان است یگانه ارسباران صدای آمریکا